فرودگاه بین‌المللی کابل در اصل در سال 1960 توسط مهندسان شوروی ساخته شد. گردشگران خارجی از طریق فرودگاه بین‌المللی کابل بازدید از افغانستان را آغاز کردند. این دوران پس از انقلاب ثور 1978 و ویژه پس از حمله 1979 شوروی پایان یافت. این فرودگاه توسط ارتش جمهوری اسلامی و شوروی در جنگ شوروی و افغانستان از سال 1979 تا 1999 توسط نیروهای نظامی محمد نجیب الله رئیس جمهوری پیشین افغانستان مورد استفاده قرار می گرفت. کنترل فرودگاه بین‌المللی بین طرف‌های مختلف در طول جنگ‌های داخلی پس از 1992 تغییر یافته است. در نوامبر 1996 امارات اسلامی افغانستان تحت مدیریت ملا محمد عمر فرودگاه کابل را در اختیار داشت و دلیل تحریم‌های بین‌المللی در زمان دولت طالبان در اواخر دهه 1990 با پروازهای بین‌المللی بسیار محدودیت این فرودگاه بسته شد. پس از حمله 11 سپتامبر 2001 و حمله ناتو به افغانستان، فرودگاه بین‌المللی کابل توسط نیروهای ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بمباران شد. فرودگاه با گذاشتن سالها به آرامی شروع و توسعه کرد. یک سیستم رادار جدید در سال 2005 نصب شد که توسط اداره هوایی فدرال ایالات متحده آمریکا در سال 2010 ارتقا یافت. ترمینال جدید 35 میلیون دلاری برای پروازهای بین‌المللی در نوامبر 2008 افتتاح شد که با کمک آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن ساخته شده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و دیگر چهره‌های سرشناس در مراسم افتتاح آن شرکت کردند. ترمینال جدید به طور رسمی در ژانویه 2009 و پروازهای بین‌المللی افتتاح شد. ترمینال موجود بازسازی شد و در حال حاضر برای پروازهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جابجایی مسافران در سال 2020 از 100,000 تا 150,000 نفر در روز می رسید. در اوایل سال 2012 سیستم رادار تقویت شد تا تمام فضای افغانستان را پوشش دهد. توسط آمریکا این سیستم نصب گردید. در اکتبر 2014 شورای ملی افغانستان با پاس قدردانی از خدمات رئیس جمهوری پیشین افغانستان در بازسازی کشور پیشنهاد نامگذاری این فرودگاه را به نام حامد کرزی یک ماه پس از پایان دوره تصدی وی ارائه کردند که یک روز بعد کابینه رئیس جمهور اشرف غنی تغییرات نام را تصویب کردند. تأسیسات فرودگاه بین‌المللی کابل در اکتبر 2008 تکمیل و به نیروهای مسلح ایالات متحده تحویل داده شده بود. این فرودگاه دارای دو تا ساختمان می باشد. یکی ساختمان مدرن برای پروازهای بین‌المللی و دیگر ساختمان شوروی برای پروازهای داخلی استفاده می شود. چندین آشیانه در امتداد بان برای هواپیماهای نظامی است. هیچ آشیانه برای هواپیماهای غیر نظامی یا گذرا وجود ندارد. این فرودگاه دارای 7 پتبالگرد است که بیشتر برای ترافیک نظامی استفاده می شود. اولین تجهیزات مدرنی که برای فرودگاه فراهم شده است، تجهیزات اطفائیه عریق با اکثریت 12,000 لیتر آب ظرفیت و توانایی کنترل حوادث آتش سوزی تا شعاع 90 متری را می باشد. پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021
بسیاری از تجهیزات و زیرساخت‌ها توسط نیروهای آمریکایی تخریب شدند. چنانچه جنرال کن مکنزی در بیانیه‌اش در پنتاگون گفت 70 وسایل نقلیه مقاوم بر برابر مین، 27 هاموی، 73 هواپیما، تعداد نامشخص از سیستم‌های ضد موشک، توپخانه و خونپاره منهدم یا غیر نظامی شدند. این وسایل نقلیه و سلاح‌ها هرگز دیگر قابل کنترل توسط هیچ کس نخواهد بود. در 2 سپتامبر 2021 وزیر امور خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن اعلان کرد که دولت قطر در حال ارسال کمک‌های فنی به امارات اسلامی افغانستان است برای کمک به بازگشایی فرودگاه در اسرع وقت. متاسفانه کل امریکایی ځواکونه لدی جو وتل د میدان ډیر برخه ویجاړی کړی دي، حتی رادار هم تخریب کړی و. نو د قطر هیواد په مرسته او د ترکیه هیواد په مرسته باندې د هغو ټیمونه دلته وکاري، ټیمونه همداسې د متحده اماراتو ټیمونه دوی ټول سره همکار شوي دي. ټولې برخې انشاءالله د فعالېدو په برخه حال کې دي. زردسې موږ به د میدان بېرته عادي کېدو لور ته لاړ شو او بېرته به عادي نشستونه، ملکي نشستونه او ټول هغه پروازونه چې اړین دي د افغانستان د خلکو لپاره مساعدات او کومکونه کوي. زموږ مسافر انتقالي خلک دي راځي، ډیپلوماتان دي راځي، د هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کېږي او هوایي لاره بېرته نارمل حالت ته راګرځي. زردس د هغه شاهدان اوسي. در 4 سپتامبر 2021 این فرودگاه بازگشایی شد. در 26 سپتامبر طالبان اعلان کردند که تمام مشکلات در میدان هوایی کابل رفع شدند و این فرودگاه دیگر آماده پروازهای خارجی و داخلی است که تا این روزه مورد استفاده قرار می گیرد. مشکلی است که کمی یعنی تیکت ها کمی قیمت است، قیمت تیکت ها بسیار بلند است و پرواز ها بسیار کم است. باید پرواز ها بیشتر شود، یعنی با ولایت پرواز ها شروع شود، با پرواز های خارجی شروع شود و تیاره های خارجی به افغانستان باید بیاید تا سهولت برای مردم بسیار زیاد ایجاد شود. و یک مشکل جدی است که برای فعلا پولی که از طرف افغانستان انتقال میشه به خارج از کشور بسیار مقدارش یا لیمیتش بسیار کم است و یعنی نظر به این که پول بسیار کم است مشکلات مردم رفع نشده. یعنی تقاضای ما از امارت اسلامی همی است که یکی تیکت ها قیمت تیکت ها پایین بیاید و دیگه هم پولی که انتقال میده کمی لیمیتشان بیشتر شد. میدان هوایی که سهولتون است خب پروازو مشکل است، ځکه مخکې کامیر شرکت ډیر کم اوس الحمدلله زیات ده، خو آریانا هم شته. نو موږ غواړو چې فلای دوبۍ او العربیه دام امارات دام شروع شي، ډیر به ښه شي، ځکه چې اوس ټکټونه ډیر ګرانه دي. ډیر خلک نشي کولی یعنی ولاړ شي، نه دغو نه پیسې لري چې ولاړ شي. نو دغه یو مشکل شته د ټکټو. او بل مشکل دا ده چې مثال څوک پیسې له ځان سره وړي، مخکې $1,000 ولو، بیا $5,000 تلو، اوس $1,500 دی. نو موږ دا خواهش ده له اماراتو چې پیسې لږ زیاتې کړي، ځکه دا خلک چې څوک چې مثال وړي هغه ډېرې وړي، څوک چې کمې وړي هغه یعنې د جب د خرڅ لپاره وړي.